سلام، سلام به همگی. چه مدارکی لازمه؟ میپرسن. سند و خونه، تمکن مالی، گردش مالی، نامه اشتغال به کار، مرخصی، بیمه مسافرتی، رزرو هتل، رزرو بلیط هواپیما و برنامه سفر بنویسین. نه زیاد نه کم، ولی ساعت و روز و عمر دقیق بنویسین و هر جارم که نوشتین سعی کنین در رابطه با اون محل تحقیق کنین و اگه تلفنی میپرسن از شما جا نمونین، چون تازگی ها زنگ میزنن میپرسن ازتون، یا هر جا که مثلا شما به عنوان اشتغال دادین زنگ میزنن به اون شرکت، به اون کارگاه، هر جا هست میپرسن ایشون اینجا کار میکنه یا نه، همه رو استعلام میگیرن. اگه همه درست از آب در بیاد و با شما تلفنی صحبت کردن راضی شدن، خب بهتون ویزا میدن. ببینین، شما نباید نه زیاد روی کنین در ارائه مدرک، نه کم بذارین. مثلا نیاین یه برنامه سفر بنویسین که مثلا شما زدین من 4 روز میخوام برم هلند، ولی یه برنامه سفر نوشتی برای 1 ماه. خب اینم این شک میفته دیگه، شک برانگیز میشه، میگه یعنی چی؟ این 4 روزه چجوری میخواد این همه جا رو بره؟ نه زیاده روی کنین، نه کم بذارین. بله عزیزم، امروز اتفاقا یکی با من صحبت میکرد که گفته من ویزا دارم و هتل رزرو کردم، دارم میام. بعد یه سری چیزا پرسید که من گفتم شما عکس ویزا رو بفرست برای من ببینم. چرا این حرف رو زدم بهش؟ رو راست اینجا بگم، شایدم تو جمع باشه بشنوه، چون اینقدر کارگزارا هم میان داخل این لایو، بعد هرچی که کم میدونن از من سوال میکنن، منم که نمیشناسم کیا هستن، و بعدها میفهمم که یا کارگزاره یا با کارگزار داره کار میکنه، ولی اطلاعاتشو از من میگیره. اینه که هر کی یه مقدار مشکوک سوال کرد، رو راست بگم منم مشکوک میشم و ازش مدرک میخوام. اگه ویزا داری نشون بده ببینم، بعد بقیه کمک‌ها رو من انجام میدم، هیچ مشکلی نیست. یکی میپرسه که هزینه قاچاقچی چقدر میشه؟ خب قاچاقچی قیمت نداره که عزیزم، استاندارد نیست که بگی که مثلا قانونیش اینقدره. هر کی هر چی دلش میخواد میگه دیگه، یکی میگه 10,000 یورو، اون یکی میگه 8,000 یورو، یکی میگه 20,000 یورو، هر کی برای خودش یه قیمتی میگه. بعضیاشون کار میکنن، بعضیاشون هم که پولا رو فقط میخورن. شمایی که جواز کار نشون میدین عزیزم، فراموش نکنین. ببینین سیستم هلند به این شکله، هر کی مثلا میگه من کار آزاد دارم، مثلا مغازه دارم، باشگاه دارم یا شرکت دارم، اونو به عنوان یه سرمایه دار حساب نمی کنن. زمانی قبولش دارن که این بیلان کار 1 سالش رو ببره نشون بده، مالیاتیش رو نشون بده. شما باید اینا رو استعلام می گرفتین و ترجمه می کردین، براشون می بردین که اینا ببینن شما واقعا پیزاریا دارین و کارتون هم خوبه. وقتی مالیاتتون رو میبینن تشخیص میدن که چقدر شما کار میکنین و حساب بانکی اون مغازه رو نشون میدادین، رد نمیشدین. ولی همینجوری بگی مثلا من این جواز کارمه، من کارم اینه، خب این مورد قبول نیست. یکی مغازه داره ولی یک یورو هم کار نمیکنه در روز. باید درآمد خودتو نشون بدی. دوستایی که خودشون برای خودشون کار میکنن، سوپرمارکت دارن، نمیدونم مغازه دارن، باید اون بیلان کارشون و اون چیز مالیاتیشون رو همه رو ردیف کنن ببرن سفارت، یا همون VFS که بده به سفارت.
من توصیه میکنم اونایی که زیر 20 سالن جوونن سعی کنن با پدر یا مادر اقدام به تقاضای ویزا بکنن که برای هر دو نفر در بیاد. بعدا پدر یا مادر نمیخواد بیاد اون مهم نیست، شما خودتون میایین اینجا. اینطوری شده، دختر و مادر رفتن تقاضا دادن، هر دو نفرشون ویزا گرفتن، دختر خودش اومد اینجا زیر سن، یعنی زیر سن که یعنی همون 19 سال 18 سال داشت و مادر موند نیومد. بعدها اینکه جا افتاد چون ویزاش 3 ماهه بود اون آخرش اومد یه سری بهش زد و برگشت. شما روزی که برسین اینجا بنا رو روز 3 سال بذارین، 3 سال 4 سال طول میکشه تا خانواده تو بتونی بیاری اینجا. بخصوص من یه دونه فیلم گذاشتم توی یوتیوب الهاق خانواده، بخصوص تو هلند اگه بدونن شما منتظر یکی هستین عمدن کارتو طولانی میکنن که ببینن اگه پناهنده واقعی هستی دووم میاری میمونی، اگه نه اومدی که برای خود و خانوادت خوش بگذره، اون موقع میگی که نه من برمیگردم. که خیلی ها اینجوری شدن، وقتی دیدن که جریان طولانی میشه رفتن گفتن ما میخواییم برگردیم، برگشتن و همین باعث شده که اینا یاد بگیرن اگه طولانی بشه برمیگردن. الان هم همون سیاست رو دارن. تحصیلی نه، مشکل اینجا پناهندگی بگیری. ویزای تحصیلی اقامتی 1 سال است، بعد به نمراتت نگاه میکنن، اگه خوب بود یه اقامت دیگه میدن. شما باید درساتو خوب بخونی اینجا تا قبول بشی و یه شغل خوبی اینجا پیدا کنی، اون موقع میگی که من میخوام اینجا بمونم، اون موقع میشه. ولی نه اینکه به حرف بلد بودن نیست. اصلا این موضوع اصلا الکیه. تو ایران تازگی ها مود شده برین اصلویه نمیدونم قوازی یاد بگیرین، فوری میرین تو شرکت استخدام میشین. اون شرکتی که قوازی یاد میده اون تبلیغ اونه، تبلیغ میکنه جوونا هم خب بیکارن، میگن که بریم 4-5 میلیون تومان خرج کنیم بعدا میریم سر کار، هر روزی 5 میلیون تومان میگیریم. یا الان مود شده برین آرشگری یاد بگیریم. بابا این همه آرشگر تو ایران، آرشگری یاد بگیریم بریم سلمونی بشیم. خلاصه این شرکت ها از این کلک ها میزنن که مردم رو بکشن اون ور، اونا هم دنبال نونن. اینجوری نیست که شما تو ایران بری دنبال یه حرفه بعد دیپلمش بگیری بیای اینجا حلوا حلوا میکنن. نه، اینجا شما بیاین باید همینجا همه چیز رو یاد بگیری. مهم نیست که شما اونجا چی کاره هستین، اینجا هر کاری شد باید انجام بدین اگه میخوای پیشرفت کنی. اگه نه میگی که من اینقدر اینجا میمونم تا اون کاری که دوست دارم، اینجوری نیست. هی شهرداری بهت میگه، چون داره حقوق بیکاری بهت میده، هی شهرداری بهت میگه رفتی دنبال کار، چند تا شرکت ثبت نام کردی، چند جا رفتی برای مصاحبه، اینقدر ازت میپرسه که حالت به هم میزنه. یعنی دیگه تو میگه هر کاری این دفعه شد میرم. عاقلانه میخوای تصمیم بگیری عزیزم، بستگی به خود داره. تو با عقل دیگری چرا میخوای کار کنی؟ با عقل من چی کار داری؟ یکی سوال میکنه خدایی عاقلانه نمیدونم بگو اونجا چه خبره که ما عاقلانه تصمیم بگیریم. اگه میخوای عاقلانه تصمیم بگیری از عقل خود استفاده کن، عقل بقیه رو بذار برای خودشون. اگه عاقلی خود تصمیم بگیر. توصیه میکنم هر کی داره میاد با خانواده بیاد، وگرنه اگه به عشق الهاق خانواده بیاد اذیتش میکنن، واقعا اذیتش میکنن. چون اینجا میگه من زن دارم بچه دارم، میگن خب اینو انقدر نگه میداریم تا ببینیم واقعا این پناهنده است یا نه. اگه دلش برای زن و بچهش تنگ شده یک سال بعد میاد میگه که من میخوام برگردم. اگه نه پناهنده واقعیه انقدر اینجا میمونه تا جواب بگیره. خب اون موقع که جواب گرفتی میتونی بیاری،
ولی جواب طولانی میشه، اذیتت میکنن. یه دختر هلندی بخواد باهات ازدواج کنه، خب شما دیگه اینجا اقامت میگیرین، اقامت 3 ساله بهتون میدن، تو این 3 سال اون دختره تو سرت هم بزنه نباید حرف بزنی، اگه میخوای بمونی باید قربون صدقش بری. ولی به این سادگی دخترای هلندی با کسی ازدواج نمیکنن. اول یه 5-6 سال 10 سال باهاش زندگی میکنن، بعد میگن خب بریم ازدواج کنیم. صداجات پرست که نه، نه مثل آلمانیا اینا، تا زمانی هلندی ها اینجوری هن. تا زمانی که ببینن شما نیاز به کمک داری با جون دل برات مایه میذارن، کمکت میکنن. ولی براشون قیافه بگیری ارد بیای، خب به هر حال کشورشون دیگه ناراحت میشن، میگه بیا اومده اینجا زبونش هم دراز. آره عزیزم، میتونی تو کمپ کار کنی، اگه کار بیرون کمپ هم پیدا کردی میتونی کار کنی. من خیلی یاد دیدم، خصوصا ایرانی ها بیرون از کمپ کار میکنن، تو کمپ هم ولی ماشین خریدن اینجا الکی نیست. ماشینش خب ارزون ها، ماشین شما با 1000 یورو 500 یورو میتونی ماشین بخری اینجا. یه ماشینی که تو ایران اصلا خدا تو هم باید پولش بدی. اما مالیات 3 ماهه رو باید بده، بنزین اینجا گرونه. ولی خب ایشون یه کاری تو بیرون از کمپ پیدا کرده که ماشینو داره، که هم میتونه مالیاتشو بده، هم میتونه بیمهشو بده، هم میتونه بنزین بخره. به هر حال کار میکنه، در میاره، هزینه میکنه، تو کمپ هم هست. حالا از اون روزی که انقلاب شده تو تمام کشورهای دنیا ایرانی زیاد شده. فکر کنم اون 35 میلیونی که شاه گذاشت اونا همه اومدن خارج، این 80 میلیون تازه به دنیا آمدن اونجا. آره، تا موفقیت رو شما در چی ببینین؟ پیشرفت من به این میگم، شما از سیاهی به روشنایی برسین، دیگه بقیه رو دست خودته چجوری درست کنی. من به یکی داشتم میگفتم عیز من، زمانی که من تو راه بودم که بیام اینور، فقط میگفتم که خدای من مجبور نباشم برم تو سطل آشغال بگردم دنبال غذا، بعد بقیه رو خودم درست میکنم. خدا رو شکر اومدم اینجا دیدم کمپی هست و غذا میدن. دیگه وقتی من اینا رو دیدم گفتم دیگه از الان دیگه حرکت با خودته، زمینه هست، دیگه حرکت با خودته. شما هم همینطور، شما باید ببینیم پیشرفت در چی میخواییم. آخه نظامی داریم تا نظامی، بعضی رو میدن بعضی رو اینقدر نگه میدارن که در رابطه باشون استعلام بگیرن، از خود ایران هم استعلام میگیرن تا بدونن که چه جور نظامی بود، چه بلایی سر مردم آورد، بعد همون بلا رو اینجا سرش بیارن، حقشون هم هست. سلام. سلام عزیزم. خوبی عزیزم؟ سلام وقت. قربونت. باسم استاد. قربونت. زنده باش. بفرمایید. بخشید. استاد من یه بند خدا داره کارم انجام میده، قرار بر ما ویزای ایتالیا بگیره و اینکه بعد بیایم هلند کار پناهندگی انجام بدیم. بعد خب من تو صحبتاتون دیدم که گفتید که بعد 6 ماه بگذره و اینو، من واقعتش چند جور پرسجو کردم، گفتن قانون دوبلین اینه که گفتن اولین جایی که درخواست بدی نه اولین جایی که وارد میشی، گفتن اگه کیس قوی داشته باشی و بتونی دلایلی براش بیاری که من یعنی حالا ناچارن، حالا اینهاش دیگه نمیدونم چی هست، یعنی باید دلایلی باشه که قانع کننده باشه که من تو ایتالیا نتونستم اومدم هلند حالا دارم درخواست میدم. یکی این مطلب، مخواستم بدم این شدنی هست یا نه. اینا حتما اون بنده خدا بهتون گفته؟ نه، اون خودش اصلا به من اطلاعات نمیده، اون همگه کارید نباشه، اون خودش هم پیش شما هلنده،
خودش اتفاقا آها 15 16 سال بلنده، میگه من تضمینی میارم بهت کار. اون اصلا من وقتی اینو میام تازه ناراحت میشه، میگه برای چی میری میپرسی، اصلا هیچ جزئیات به من نمیگه. ولی خب من چون با دو تا بچه میخوام بیام، واقعیتش نگرانم، میخوام بدونم که واقعا، چون 2 روز دیگه هم باید برم سفارت خب عزیزم، ایتالیا برای. شما مطمئن باشین که دوبلین میشین. ببینین قانون پناهندگی اینه، شما به اولین کشور امنی که رسیدین باید اعلام پناهندگی کنید. درسته. خب حالا چه دلیلی میخوای بیاری که شما رسیدین به ایتالیا ولی اعلام نکردی اومدی هلند؟ اینو میدونی چی میگن؟ اینو میگن شما پناهنده نیستین، شما اومدین برای زندگی بهتر، درسته. جونتون در خطر نیست. ولی شما میتونی 6 ماه اینجا بمونی. و اینم بگم همه دوستا بشنون، اونایی که 6 ماه میان سیاه زندگی میکنن بعد میرن اعلام پناهندگی میکنن، اولین منفی رو بهشون میدن. درسته. چون میگن که اگه جونت در خطر بود نباید 6 ماه آلاخون والاخون میشدی، باید سریع خودتو معرفی میکردی که ما حمایتت کنیم. خب حمایت اینا هم اینه، نگاه میکنن ویزات از اونجا شما رو میفرستن اونجا، میگه بذار دولت ایتالیا حمایتت کنه، شما چون بهتون ویزا که داده باید حمایتت کنه. قانون پناهندگی، اصلا قانون درخواست پناهندگی اینه، شما به اولین کشور امنی که رسیدین باید اعلام پناهندگی بکنید. درسته. این اینجوری نیست که شما ویزای چیز رو بگیرین، ایتالیا رو بگیرین ولی اونجا اعلام نکنی بیای هلند، چون هلند اولین بار اعلام کردی. نه همچین چیزی نیست. حتی اون یونان هم کسی ویزای یونان رو بگیره ولی تو یونان تقاضای پناهندگی بده، بعد ببینه وضعیت یونان خوب نیست بیاد اینجا، باز اینو برمیگردونن. با اینکه یونان رو برنمیگردونن ولی چون اونجا اعلام پناهندگی کرده باید برگرده اونجا رسیدگی بشه. اینجوری نیست که شما اینجا بهت خوش نمیگذره بری یه جای دیگه دوباره اعلام پناهندگی بکنی. نه خب اینم هم همین رو بهم گو، اگه تو ایتالیا درخواست بدی، حالا هر کشوری که وارد بشی، الان شما درخواست بدین دیگه، الان نه. وقتی شما ویزاشو بگیرین یعنی دیگه تمومه، یعنی شما متقاضی هم اونجا هست. آه یعنی حتی اگه اونجا وارد هم بشی یه روز هم نباشی مشکلی نیست. نیست. یه مطلبی بازی سری ها میگفتن که اگه کسایی که بچه زیر 12 سال دارن، بود چون ایتالیا کمپاش نامناسبه، معمولا جواب نه، نه. چیز نمیده. بود اینجوری بود، الان ایتالیا داره بهتر میشه بخصوص برای که خانواده‌ای که بچه دارن، داره آره چیزای بهتری، کمپای بهتری داره آماده میکنه برای خانواده. درست. ولی خب شرایط جوابدهیش همونه، مثل همینجاست. شما باید یه چیز قانع کننده بهشون بگی که به عنوان پناهنده پذیرفته بشی. اما در رابطه با کمپا داره کارهای بهتری انجام. من حتی شنیدم که چجوری بگم، خودشون با هم تماس گرفتن، خانوم با 2 تا بچه خودشون معرفی کرده، کمپ جا نبود، 2 تا برشون 2 روز هتل اجاره کردن تو همون ایتالیا که تو هتل بمونن تا تکلیفشون معلوم بشه تو کدوم کمپ بفرستن. درست. ایتالیا داره یواش یواش خودشو به اون سطح میرسونه که، چون دولت‌های اروپایی یه مقدار تحت فشار گذاشتن اینو، به خاطر همون داره کمپاشو درست میکنه. برای اونایی که خانواده هستن خوبه، ولی خب اونایی که مجرد هستن یه مقدار مشکلات بیشتری دارن. درست. تو ایتالیا. ولی خب اگه بخوای بیای اینجا باید 6 ماه قاچاقی زندگی کنی. زندگی بکنی. همون من چون واقعیتش چند سالی که من دنبال این قضیه هم، بعد از این چند تا راه مختلف که برای تحصیلی اقدام کردم، بله. حالا خیلی وقتم نگیرم، ولی آخر به نتیجه رسیدم اونا نشد که توریستی اقدام کنم. الان چند ماه هم هست با این بنده خدا داریم یعنی همکاری میکنم، واریزی اینا انجام میدم، الان رسیده به اینجا. یعنی شما پیشنهاد دیدین که یعنی من این کارو نکنم اگه شرایطی 6 ماه موندن چیزو ندارم؟ شما به این کسی که تو هلند میخواد کارتون رو درست کنه بهش به این که شما اونجا میتونی یه اتاق برام اجاره کنی که من 6 ماه بمونم تو هلند، ببین چی میگه بهت. آها من این که این کارو بکنه که بشه 6 ماه موند. بعد به نظرتون با 2 تا بچه کوچیک میتونه آدم 6 ماه جوری زندگی بکنه که به مشکل نخوره، فکر میکنید؟
آخه یه بچه مشکل شما اینجا مشکل نداریم. شما اینجا مثلا دکتر کسی بخواد بره آدم بیمار، هر جا دوست داری میتونی بری، آها هر کاری دوست داری میتونی بکنی، اگه کاری هم پیدا شد، کار سیاه، میتونی بری سر کار، اصلا مشکلی نداری. فقط درست. نباید خودتو معرفی کنی، آها فقط نباید درگیر بشی که کارت به پلیس بکشه، بعد اون موقع هویت میخوام بعد گندش در بیاد. آها ولی آره. میشه معمولی زندگی تو کرد، کاری بله. هم شما اصلا هیچ کی باهاتون کار نداره، هیچ کس نمیگه آقا تو کی هستی، از کجا اومدی، هیچ کی کاری باهات نداره. درسته. حتی اینجا من آدم میشناسم که اومد خودش رفت به پلیس خودش رو معرفی کرد که به اصطلاح پلیس به این یه کارتی بده، کارت تردد بده که بتونه مجانی سوار ترن و نمیدونم اتوبوس بشه، بره خودش رو کم معرفی کنه به پلیس. الان هم گفت من پاسپورت ندارم، من اومدم اینجا پناهنده بشم. پلیس گفت خوش اومدی، خیلی خوش رفت. خودش کار خودش خراب کرد. گفت خوش اومدی، برو بلیت بگی، برو دیگه اونجا، برو بلیت بخر، برو کم. اصلا اینجا پلیس کاری به کارت نداره تا اینکه مزاحم کسی نشی، تا مشکلی پیش نیاری. نه، هیچ مشکلی پیش نباید بیاری و مشکلی برات پیش نمیاد. اما اون شخصی که داره کارتو درست میکنه باید برات بتونه یه اتاق اجاره کنه. بگو آقا تو میتونی اونجا یه دونه اتاق برام اجاره کنی، من 6 ماه اونجا زندگی کنم، 7 ماه زندگی کنم. آها. تو بعد از اون کارم انجام بدم. بله. چون یه مطلب دیگه من ببخشید فراموش کردم. اینو یکی از دوستان به ما معرفی کرد. من یعنی به خاطر همون اطمینان. بعد این دوست ما خودش مستقیم رفته هلند و کار بله. کیسش رو انجام داده این بنده خدا. ولی کار ظاهرا دو سه نفر دیگر رو انجام داده که اونا مستقیم نرفتن، ولی این مال تقریبا یکی دو سال پیشه، حدود دو سال پیشه. حالا شاید اینا مثلا اون موقع قوانین به سختگیری الان نبوده، ممکنه باشه. دو سال پیش، آره دو سال پیش هر کی از ایتالیا با بچه می اومد، با درسته. بچه می اومد هلند نگه می داشت تا وزیر کشور ایتالیا اعتراض کرد به درسته. هلند، گفت که شما چرا این کار میکنین، چرا روانه نمیکنین، چرا دوبلین نمیکنین. گفت آخه کمپای شما درست نیست برای بچه ها. گفت اه شما چیکار میکنین، شما هر کی میاد اونجا گل لاله بهشون میدین، ما اینجا کمپ داریم، بیاین نگاه کنین. از اینجا یه اکیپ رفت اونجا، سلام عزیزم، رفت اونجا، سلام، دندونات چی شد؟ یه افتاده اینی که دیشم لغ شده. آره که اینا رفتن اونجا، یه اکیپ بازرسی رفت کمپاشون رو دید، اونا خب کمپای خوب رو نشون دادن. دیگه از اون وقت به بعد هلند دوبلین میکنه. حتی یه خانم با یه دونه بچه میخواست دوبلین کنه، رفتن دادگاه، دادگاه رأی داده به نفع اون خانم. ولی درسته. اداره مهاجرت همین تازگی، اداره مهاجرت رفت دادگاه عالی، دادگاه عالی رأی داد به اداره مهاجرت و اون خانم، به اون خانم گفت شما باید برگردید. یعنی تا این حد برمیگردونه. باید 6 ماه بمونه. این ریسک رو نمیشه کرد، یعنی با دو تا بچه باید من این کارو پس بکنم. بله. من اینکه این کارو برام بکنه. بعد حدوداً 6 ماه زندگی اونجا چقدر هزینهش میشه فکر میکنید؟ چند نفری؟ ما دو تا بچه داریم، 4 نفریم. یه بچه تقریبا 1.5 سال دارم، پسرم هم که همین که پیشم 8 سالشه. بله. شما خب دیگه حداقلش ماهی 1000 تا باید داشته باشی. ماهی 1000 یورو. درست. بله. یعنی 7000 یورو دیگه حداقل میخوایم برای اون. بله. 6-7. درست. مگر اینکه همون ایتالیا تقاضا بدین، چون خانواده هستین بهتر رسیدگی میکنن و سریعتر به کارتون رسیدگی میکنن. آخه هدفمون بیشتر، آخه اطلاعاتی ندارم از ایتالیا. من واقعیتش هر جایی برم نمیدونم، چون میترسم که مثلا یه موقع بریم اون چیزی که فکر میکنیم نشه. نمیدونم، من خودم احساس میکنم هر جایی برم از ایران برم بهتره، آره، بجز این کشور دور اطراف ایران. نه 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 نه، اصلا اینجوری فکر نکن، اصلا اینجوری فکر نکن، چون بعد به بنبست میخوری. هدف داشته باش، همون در رابطه با ایتالیا تغییر کن، خبر بخون، نگاه کن چجوریه. ولی تا اونجایی که من خبر دارم، تازگی یا برای خانواده ها یه ارزش بیشتری قائل میشن و سریعتر به کارشون رسیدگی میکنن.
ولی خب اونجا هم باید کیف قوی داشته باشی. درسته. فقط یه مقدار از نظر شغلی اونجا کار خیلی کم گیر میاد. باید با حقوق پناهندگی، با پناهندگی که نمیشه، با حقوق بیکاری باید سخت. درسته. خیلی ممنون. راجب این سفارت چیزی فکر میکنید بتونید به اون بگید کمکم بکنه؟ چون 2 روز دیگه سفارت دارم، میخوام بدونم. فکر نمیکنم مصاحبه نداره ایتالیا، درسته؟ فکر دارم نمی فقط کنم. یعنی شما معمولا باید بنویسین هر چی هست تو فرم بنویسی پر کنی بهشون بدی، اونا از رو فرم میخونن. درسته. آره خیلی ممنونم، وقتتون قربونت، نگیرم، محبت کردید. خداحافظ. شبتون بخیر، خدا نگهدار. خداحافظ. نه ایزم، با یه دختری دوست بودی، برادرش فهمیده، دویده دنبالت، این کیس نمیشه. میگه خب چرا نرفتی پلیس شکایت کن؟ چون به هر حال ایران هم برای خودش پلیس داره کارا رو انجام میده. شما نمیتونین به خاطری که برادر نامزد دوی دنبالت بری پناهنده بشی. ایرانی هم باید یاد بگیرن که ببینن اگه قصد کسی ازدواج، خب باید کوتاه بیان، بالاخره اون خواهره باید شوهر کنی. خواهش میکنم فیلم ها رو تو یوتیوب دنبال کنین. من به اکثر سوالاتون رو جواب دادم، اکثرا رو جواب دادم. خیلی ها خیلی ها تو دایرکت میان سوال های تکراری میکنن که من جواب نمیدم، چون دیگه آدم چند بار باید یه چیز رو بگه. تو فیلم هم گذاشتم، برین نگاه کنین. اگه جواب نمیدم سوال تکراریه. تا لایوی بعد، خداحافظ.